سرخط مهمترین خبرها. واکنش پاکستان به گفته های اخیر وزارت دفاع افغانستان. اسلام آباد ادعای وزارت دفاع افغانستان مبنی بر ورود داعش از خاک پاکستان به افغانستان را بی اساس دانست. پاکستان انتظار دارد تا طالبان اقدامات مؤثر را علیه گروه های تروریستی انجام دهند. با چنین اقدامات آنها باید نشان دهند که گروه های تروریستی در داخل افغانستان. دیدار سرپرست وزارت امور داخله با سفیر اتحادیه اروپا در کابل. سراج الدین حقانی در این دیدار گفته که مردم افغانستان زیر سایه نظام حاکم اسلامی آینده خوبی خواهند داشت. طرف این روی موضوعات مختلفی سیاسی و امنیتی منطقه و افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند. خانم یودیچه به دوام صلح و آینده بهتر برای افغان ها ابراز امیدواری کرد. جناب خلیفه صاحب تلاش ها برای توسعه صادرات افغانستان. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید با شماری از کشورهای همسایه در زمینه صحبت شده است. و نارضایتی آمریکا از حمله اسرائیل بر شهر رفح. سخنگوی شورای امنیت قصر سفید گفته که این عملیات باعث شکست گروه حماس نخواهد شد. سلام خدا، سلام بر شما. به خبر ساعت 8 خوش آمدید. امروز جمعه 21 ماه ثور سال 1403 هجری شمسی است. من عبدالعزیز سخیزاده هستم. مشهوری خبرها. پاکستان ادعای ورود داعش از خاک آن کشور به افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان اتهام های تازه وزارت دفاع افغانستان مبنی بر ورود داعش از خاک پاکستان به افغانستان را غیر مسئولانه پنداشته و از امارت اسلامی خواسته که علیه طالبان پاکستانی در خاک افغانستان اقدام کند. پیشتر عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته بود که داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می شود. رد ادعای افغانستان مبنی بر ورود داعش از آن سوی خط فرضی دیورند از سوی پاکستان. وزارت خارجه پاکستان اتهام های اخیر وزارت دفاع امارت اسلامی مبنی بر ورود داعش از خاک پاکستان به افغانستان را غیر مسئولانه پنداشته و تاکید کرده است که امارت اسلامی باید علیه گروه های تروریستی در خاک افغانستان اقدام کند. پاکستان انتظار دارد تا طالبان اقدامات مؤثر را علیه گروه های تروریستی انجام دهند. با چنین اقدامات آنها باید نشان دهند که گروه های تروریستی در داخل افغانستان پناهگاه و مخفیگاه ندارند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون به نقل زهرا بلوچ نوشته است که تروریست ها و تسهیلگران آنها از افغانستان کنترل می شوند. اما آگاهان در حوزه نظامی می گویند که مقام های پاکستانی با بیانات اتهام های بی مدرک می خواهند بار بیکفایتی هایشان را بردوش افغانستان بیندازند. پاکستان از 50 سال به این طرف به طور دامدار و متواتر با تمام قدرت و توان خود کوشش کرده که افغانستان را ناامن بسازه، گروه های تروریستی و گروه های جنگی را بفرسته و پاکستان هرگز نمیخواه که افغانستان به صلح و ثبات برسه. پاکستان امروز برف بام خود بالای افغانستان مندازه در حالی که تمام گروه های تروریستی را اگر شما ریشه هایش بکوین از پاکستان آب میخورد. مسئله ورود داعش از خاک پاکستان به افغانستان در حال میان کابل و اسلام آباد پرتنش شده است که عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی در پی اتهام بی مدرک سخنگوی ارتش پاکستان مبنی بر این که حمله بر کاروان انجینران چینی در خیبر پختونخوا در افغانستان برنامه ریزی شده بود گفته است سند وجود دارد که داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان می شود. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد. ما ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه می دانیم و به برادری و روابط حسن میان مردم افغانستان و پاکستان همچنان باور داریم. هرچند روابط افغانستان و پاکستان از گذشته های دور چندان خوب نبود، اما در کمتر از 3 سال گذشته به دلیل ادعای مقام های پاکستانی مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان این روابط را تیره تر ساخته و حتی هر از گاهی بدرگیری نیروهای سرحدی دو کشور نیز انجامیده است.
اما امارات اسلامی بارها تاکید کرده که طرفدار روابط نیک با همه کشورها مشمول همسایه های افغانستان است و اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید متوجه شود. سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته که افغانها در سایه نظام حاکم اسلامی آینده خوبی خواهند داشت. وزارت داخله با نشر خبرنامه میگوید که سراج الدین حقانی و رافائلا در این دیدار به تداوم صلح در افغانستان و آینده بهتر برای افغانهای ابراز امیدواری کردند. از سوی هم شارل زافیر سفارت آمریکا برای افغانستان در صفحه اکس نگاشته که هرگز از دفاع و حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان دست نمیکشند. دیدار سرپرست وزارت امور داخله با سفیر اتحادیه اروپا در کابل. وزارت امور داخله می گوید که سراج الدین حقانی و رافائلا یودیجا در این دیدار درباره صلح، ثبات و انکشاف کشور گفتگو کردند. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور داخله، آقای حقانی در این دیدار گفته است که افغانها در سایه نظام حاکم اسلامی آینده خوب خواهند داشت. طرفین روی موضوعات مختلفی سیاسی و امنیتی منطقه و افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند. خانم یودیچا به دوام صلح و آینده بهتر برای افغانها ابراز امیدواری کرد. جناب خلیفه صاحب ابراز همدردی بانو رافائلا را به افغانها قابل قدر دانست و فرمودند افغانها مردم سرفراز و سربلند و باعزتی هستند که در سایه امن و صلح دوامدار و در سایه نظام اسلامی آینده خوبی خواهند داشت. ما همیشه و همه جانبه تلاش میکنیم، عرق ریزی مینماییم، سختی میکشیم و در مسیر پیشرفت قرار خواهیم یافت. از سوی سفیر اتحادیه اروپا نیز به تداوم صلح در افغانستان و آینده بهتر برای افغانها ابراز امیدواری کرده است. رسمی سفیر التا اومنلیشی او بالاخره دیپلماتیک تعامل زیاد شی او در رسمیت پیژندن دپاره لاری چاره هواری شی. همزمان با این کرندیکر سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که او روز گذشته با تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر این کشور دیدار کرده است. خانم دیکر در حساب اکس خود نگاشته است که هرگز از دفاع و حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان دست نمی کشند. د دوی چارواکو د رسمیت پیژندنې په اړه باندې خپل شرایط واضح کړي دي چې هلته باید عامه شمول حکومت وي، د افکارو کثرت وي، د نجونو د مکتب خلاصون یا ځینې نور بشري مسایل بهره کوي چې دغو شیانو ته په کتلو سره موږ بیا د اسلامي عمارت سره په رسمي ډول باندې مخته تللی سو. این در حال است که بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی از سیاستهای امارت اسلامی در برابر زنان و دختران انتقاد می کنند و محدودیتها در برابر زنان افغان را نقض حقوق بشر می دانند. اما امارت اسلامی می گوید که در پرتو شریعت اسلامی متحد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه زنان در کشور است و هیچ کس دیگر حق ندارد در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند. مقام های ایرانی میگویند که کار روی اجرای طرح انسداد مرز شرق ایران با افغانستان به شدت ادامه دارد. رسانه های ایرانی به نقلی از قماندان نیروهای زمینی آن کشور گزارش دادند که کار انسداد مرزها تحت نظر نیروهای زمینی در حال انجام است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. در همین حال امارت اسلامی میگوید که حصارکشی در سرحدات ایران و افغانستان در هماهنگی با دولت افغانستان به پیش خواهد رفت. ادامه کار حصارکشی از سوی ایران در ساحات مرزی با افغانستان. رسانه های ایرانی به نقل از کیومرز حیدری، قماندان نیروی زمینی آن کشور گزارش دادند که کار انسداد مرزها تحت نظر نیروی زمینی در حال انجام است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. بنابر تدابیری که اندیشیده شده ما مشغول انسداد مرزی هستیم. کار انسداد مرزها تحت نظر نیروی زمینی در حال انجام است. انسداد مرز شرق کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. افغانستان و ایران در مجموع پیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند. آگاهان هم به این باورند که این امر سبب خواهد شد تا به برخوردها در برابر مهاجران افغان هم تغییر بیاید. ایران یگانه مشکل اساسیش که با افغانستان داره و مهاجرین است. مهاجرین غیر قانونی که میلیون ها مهاجر در ایران حضور دارند و هزاران نفر را میخواهیم که
از دایره‌های غیر قانونی به ایران سفر نماید. الان ایران تصمیم گرفتن که مرز خود انسداد بکنه. در همین حال امارت اسلامی میگوید که حصارکشی در سرحدات ایران و افغانستان در هماهنگی با دولت افغانستان و پیش خواهد رفت. داسې د ایران اسلامي جمهوریت غواړي د پولو په اوږدو کې ځینې اسې په زرو نقاطو باندې امنیتي تدابیر قوي کړي. دا یو ښه اقدام دی او دا د افغانستان اسلامي امارت سره په ګډه همغږي ترسره کیږي. به باور آگاهان ایران به دنبال رفع نگرانی های امنیتی خود است و هزینه بزرگ را در روند انسداد مرزی مصرف خواهد کرد، اما این دیوار مرزی به نفع هر دو کشور تمام خواهد شد و همچنان قاچاق مواد مخدر و رفت آمد گروه های تروریستی حداقل تحت کنترل قرار خواهد گرفت. وزارت صنعت و تجارت صادرات افغانستان را در سال روان خورشیدی توصیه می دهد. مقام های این وزارت می گویند که با تمام کشورهای همسایه از جمله پاکستان گفتگو کردند تا روند صادرات افغانستان به گونه منظم انجام شود. آمادگی وزارت صنعت و تجارت بر توسعه صادرات افغانستان در سال روان. سرپرست این وزارت میگوید پیش از فرا رسیدن فصل میوه تازه، افغانستان با تمامی کشورهای همسایه از جمله پاکستان گفتگو کرده و به توافق رسیدن که صادرات افغانستان به گونه منظم انجام شود. نوریدین عزیزی میافزاید که رقم صادرات افغانستان به پاکستان به 1,200,000,000 دلار آمریکایی میرسد که از همین رو با طرف پاکستان توافقات تازه انجام شده است. مشکلات ما امرای پاکستان نمی داشته باشیم و همچنان به همه دوستا قابل یادآوری است که تقریبا صادرات ما اگرچه کمتر هم بود، هم به ازبکستان سال آینده ان شاء الله ما صادرات وافر می داشته باشیم. از جمله توافقاتی که ما در سفر ترکمنستان داشتیم در حدود 100,000 متر مکعب ما سنگ مرمر ان شاء الله صادرات می داشته باشیم و در حدود 150,000 تن سیخ و گل از افغانستان و می خواهند واردات بکنند. اعضای سکتور خصوصی از وزارت صنعت و تجارت درخواست می کنند تا تلاش ها را برای ایجاد بازارهای جدید برای صادرکنندگان افغان از جمله به پاکستان افزایش دهد. سبزی و میوه تاجر فرسوده می شد، در پهلوی متضرر شدن تاجر دهقان هم متضرر می شد. امسال پیشنهاد ما این است که باید مسیرهای بدیل، مارکت‌های بدیل ایجاد شود، مارکت‌ها به دسترس سکتور خصوصی قرار بگیرد تا که تاجر رشد زراعت بیشتر بسازد که در پهلویش دهقان به پا استاد شود. ما هر قدر که صادرات ما رشد کنه به همان اندازه ایجاد کار اشتغالزایی بیشتر می شود. کارشناسان اقتصادی میگویند وزارت صنعت و تجارت باید برای صادرات محصولات افغانستان در کنار پاکستان با ایران و ازبکستان نیز گفتگو کنند. مربوطه وزارتونه جمع و تاکونه دی سکل دی صادرات و لپاره خوستن دی میوه دی صادرات و لپاره نور نړیوال بازارونه پیدا کی او اغا وړو وړو جویو کسی کم مگه بندیو یا کچیری مگه دی پروسس خی پابریکین لرو نړیوال معیارات نه سپره کوي، باید یو پروپوزال جوړ سي، تاجران تشویق کړای سي یا حکومت خپل لاس بکار سي د معیاري پروسس لپاره یا د بسته بندۍ لپاره. هرچند اعضای سکتور خصوصی پاکستان را نزدیکترین و بزرگترین بازار میوه های خشک و تازه افغانستان می دانند، اما صادرکنندگان میوه های تازه می گویند تجارت با پاکستان همیشه پر خطر است و آنها واسطار دستیابی به بازارهای جدید هستند. یک تن از باشندگان ولایت کندهار برنده جایزه برنامه خوشبخت شرکت مخابراتی افغان بیسیم شده و مبلغ 100,000 افغانی از سوی این شرکت دریافت کرد. مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی کندهار را اندازی همچون برنامه ها را برای تشویق مردم به ثبت سیمکارت هایشان مؤثر می دانند و از این اقدام مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم استقبال می کنند. شرکت مخابراتی افغان بیسیم در روند ثبت سیم کارت با یکی از باشندگان ولایت کندهار در برنامه خوشبخت مبلغ 500,000 افغانی جایزه عطا کرد. مسئولان این شرکت مخابراتی هدف از راه اندازی همچون برنامه ها را تشویق مردم به ثبت سیم کارت هایشان بیان می کنند. دست معلوم است چی افغان بیسیم سیم کارت دبیاسف دلاب یا ارتا بخاطر
ټول مشتریانو د تشویق لپاره د خوشبخت په نامه په ټول افغانستان کې مختلف هیوادوالو ته د 10,000 افغانۍ د ډالیو شفافې پروسې له لارې هدیه کړي دي، چې هغه ډالۍ په سلسله کښې نن د کندهار ولایت څخه محترم حضرت الله د دې شفافې پروسې له لارې حضرت الله د خوشبخت د ډالیو څخه لکه د 15,000 افغانۍ ډالۍ ګټونکي شوي دي. از سوی مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی کندهار هم راه اندازی همچو برنامه ها را برای تشویق مردم به ثبت سیم کارت هایشان موثر می دانند و از این اقدام مسئولان شرکت مخابراتی افغان بی سیم استقبال می کنند. افغان بی سیم مخابراتی شرکت سفرم دیر مرندوی چه دیر تل دا حصه کرده چه لکم جدی چه پروسی دی دا پشفاف دول باید در دی خود اوله سپر بود سیم آقا که در دی شرپ حضرت الله که برنده جایزه برنامه خوشبخت افغان بی سیم شده است میگوید که با ثبت کردن سیم کارتش برنده این جایزه شده است. دا خپل څه د سولې د پوهې رسمي شمیرې له خاصه ما ذکر راځي چې تاسو د ځلګ افغاني جایزه ګټونکي یاست، نو کله چې ما په اطمینانۍ په دې سره چې بلکې دا رسمي شمیره ده خامخا به نو بیا ما ورته زه څنګه وکولی شم برای ودې تاسو به یې واده نه خپل عکس افغاني تذکري عکسونه راته واستوئ په واټساپ شمیره خپله شخصي شمیره ده یو خامخا راغلم بیا نو هغه واټساپ شمیره عکسونو شانو ته واستولم برای ودې هم زنګ درته کله چې داسې لس ورځې بعد یې زنګ راته وکړه چې تاسو پنجشنبه په ورځ باندې د افغان بسیم دفتر ته راسئ. این در حال است که شرکت مخابراتی افغان بی سیم پیش از این نیز برنامه های مشابه را تطبیق کرده بود که از 10,000 افغانی تا 3 میلیون افغانی به مشتریان خود جایزه عطا کرده است. معلمان و دانش آموزان در ولسوالی های ماوراءی کوکچه تخار از نبود ساختمان معیاری برای مکاتب و کمبود مواد درسی شکایت دارند. آنان میگویند که در چنین وضعیتی پیشبرد امور تعلیمی برایشان دشوار شده و مسئولان حکومتی باید در زمینه حل این مشکل اقدام کنند. در همین حال مسئولان ریاست معارف ولایت تخار میگویند که مشکل نبود ساختمان برای مکاتب در این ولایت عمومی است و ده ها مکتب فاقد ساختمان می باشد. اما مسئولان این اداره می افزایند که در سال جاری برنامه های ترمیم و ساخت چندین ساختمان مکتب را روی دست دارند. شماری از معلمان و دانش آموزان در برخی از ولسوالی های تخار میگویند که از سالها بعد این سو مکاتب آنان فاقد ساختمان است و آنان مجبورند روند تعلیمی خود را در صنف های مخروبه زیر آفتاب و یا هم باران به پیش ببرند. لیسه دروازه پتن نمونه از ده ها مکتب در ولسوالی های مواره کوکچه است که در اثر جنگ های گذشته تخریب شده است. سرمعلم این مکتب میگوید که به دلیل خرابی صنف ها همه روزه نگران هستند تا شاگردان زیر آوار نمانند. این تعمیر یزی در اثر جنگ ها در سال های گذشته که به خرابه تبدیل شده، صف های از فرو ریخته، دیوار های از در حالت چپشیدن قرار داره و چوب های از کاملا پوسیده و از بین رفته هسته و در اینجا ما شاگردای را میشانیم که یک خطر فرو ریختن از وجود داره. همیشه ما در حالت تشویش تدریس میکنیم. شماری از معلمان نیز میگویند که به دلیل نبود ساختمان مکاتب فضای درسی مناسب ندارند و دوامدار در زیر آفتاب و یا هم باران به تدریس شاگردان میپردازند. اگر یاد دارم مثلا مکتب از ماه عمل شروع میشه، بعد از دیگه اگر در ماه عمل این باران است، در ماه سر باران است، وقتی که باران صورت بگیره آب ها از بالای صنفا در داخل صنفا چه میکنه خطور میکنه که معمولا شاگردا چه میشه باعث آزار اذیتشان میشه و دیگه شما آب چای ما هم دیدین آب سی در مکتب وجود ندارم. از سوی هم شاگردان برخی مکاتب میگویند که افزون بر نبود صنوف درسی با کمبود مواد درسی نیز روبرو هستند. داریم قلم نداریم، تلچه نداریم، نودمو چوکی جور کنیم و فرد نداریم، در پخول میشینیم. آمر معارف ولسوالی در خط میگوید از 18 مکتب در این ولسوالی 10 باب یان فاقد ساختمان است و از حکومت میخواهد به این مشکل رسیدگی کند. ولسوالی که اتلس مکاتب رسمی مکاتب وجود لري چې په کې اته لیسې دي او اووه متوسطې دي او 15 هغه ابتدایي دي او په دې کې زموږ مکاتب چې دي په دې کې تقریبا لس دانې
لستنی مکاتب مرچدی اوغو به سرفنای مطلب داش نه احاط لري نه داش سرفنا ولري. با این حال مسئولان ریاست معارف ولایت تخار میگویند که مشکلی نبود ساختمان برای مکاتب در این ولایت عمومی است و ده ها مکتب فاقد ساختمان میباشد. اما مسئولان این اداره میافزایند که در سال جاری برنامه ترمیم و ساخت چندین ساختمان مکتب را روی دست دارند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت نورستان میگویند که تلاش ها به هدف احیای جنگلات در این ولایت را سرعت بخشیدند. در تازه ترین مورد مؤسسه بین المللی خوراک و زراعت سازمان ملل در مساحت بیش از 1000 جریب زمین اقدام به احداث جنگل ها کرده و 200 هزار نهال مسمر و غیر مسمر را در مرکز و شماری از ولسوالی های نورستان غرس کرده است. تلاش ها برای احیای جنگلات نورستان جریان دارد. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت نورستان میگویند که جنگل های این ولایت در جنگ های چند دهه گذشته آسیب های زیادی دیده است. از این رو تلاش ها برای احیای آن و غرس نهال های جدید آغاز شده است. نورستان 3 لک هکتار شاوخوا جنگل داری. متاسفانه په دې انقلابی شرایطو کې تقریبا ډیر جنگل تخریب شوی دی. ځینې د قاچاقبرانو لخوا ځینې د مختلف جنگونو د بمبار او دغه د لخوا سوځېدلی دي. زمي کوشش کوو چې د ځنګل څنګه بیا احیا شي. باشندگان محل از این اقدام مسئولان استقبال میکنند و وعده هر نوع همکاری را به آنان میدهند. موږ نور هم توقع لرو چې آینده دغه باغ بیرته ساتنه کړي او تر کامیابېدو پورې موږ سره په اوږه په اوږه ودرېږي او همکاري وکړي تر اخره حده پورې توجه وشي. بیا د ځای خلکو خپله کوشش کوي انشاءالله چې دا خوسات او یو خن مثبت نتیجه ده. از سوی مسئولان موسسه بین المللی خوراک و زراعت سازمان ملل میگویند که در مساحت بیش از 1000 جریب زمین اقدام به احداث جنگل ها کرده و 200 هزار نهال مسمر و غیر مسمر را در مرکز و شماره از ولسوالی های نورستان غرس کردند. مرکز او عامه ولسوالی که کار کو و شوراګانی لري او داغه شوراګانی درسه په سګنی کال کې زر هکتاره ځنګل به هي کو چې د دې لپاره دولک او تل زره مسمیر او غیر مسمیر نیلګي په نظر کې نیولې. د دوی هغه کمستونز چې په غریز ساحو کې دی هغه د پاره چې د منګ رسیدګي کړی دا هغه تمنګ هاوزونه جوړ کړی دی او هغه د هاوزونو لاندې چې کوم دی الته نیلشانی کې. بر اساس معلومات مسئولان برای حفاظت از جنگل ها در این ولایت قطعه امنیتی نیز ایجاد شده است. خبرهای اقتصادی پس از رفت برگشت کوتاه. با خبر اقتصادی خوش آمدید. همزمان با فرارسیدن فصل برداشت توت زمینی در ولایت بلخ، دهقانان در این ولایت میگویند که حاصلات این میوه امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. آنان دلیل افزایش این فراوردی زراعتی را افزایش بارانهای موسمی میدانند. با فرارسیدن فصل برداشت توت زمینی در ولایت بلخ، دهقانان نیز مصروف جمع‌آوری این میوه هستند. دهقانان میگویند که حاصلات این میوه نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش بارندگی های موسمی افزایش یافته است. آنان هرچند از افزایش این فراورده زراعتیشان خوشحال هستند، اما نبود سردخانه ها را برای حفظ و نگهداری محصولاتشان یک چالش میدانند. حاصلات افغانستان یعنی داخل کشور زمانی که میرسه باید توجه داشته باشند وزارت زراعت و کسایی که در رأس هستند سردخانه های ایجاد کنند که 50% اگر استفاده میشه 50% باید به سردخانه انتقال داده شه. زمانی که این حاصلات تمام میشه یعنی خشک میشه مکمل باید از سردخانه استفاده کنند. حاصلات خیلی خوب بود به خاطر که بارندگی خوب بود و دولت از دولت هم خواهشمندم که در حساب کود کیمیایی توجه کنند و در سردخانه. در همین حال مسئولان در ریاست زراعت بلخ میگویند که بیش از 100 جریب زمین در ولایت بلخ توت زمینی کش شده است و ریاست زراعت ولایت بلخ همیشه در قسمت از این موضوعات کوشش میکنه تا برای دیاخین یک مارکتای خوبی را در خارج از کشور دریافت کنه. متاسفانه این توت زمینی نگهداری بسیار مشکل است. از عادی اکثرش در 3 روز حد اقلش در 2 روزی نگهداری خیلی مشکل است. ما میتونیم که در ولایت همجوار ما انتقال بتیم اما متاسفانه در خارج صادر نمیشه. اما امسال خوشبختانه بارندگی زیاد بود، ما محصولات خوبی میوه‌جات شاید در پیشوری داشته باشیم.
کاشت توت زمینی در سالهای اخیر در میان دهقانان در بلخ ترویج یافته و با افزایش تولید توت زمینی در کشور، واردات این میوه از کشورهای بیرونی به ویژه از پاکستان و ایران به بازارهای افغانستان کاهش یافته است. نرخ اسعار وضعیت هوا. رسیدیم به پایان خبر 8. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا بنگهدار. حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.